سلام، به برنامه آوش خوش آمدید. بیننده عزیز، ما امین بابک هستم و مهمان برنامه ما آقای سلیمان لایق. در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، وزیر در کابینه، عضو بیروی سیاسی، رئیس و مؤسس اکادمی علوم افغانستان بود. آقای لایق، بسیار تشکر که به خورشید فرصت گفتگو دادین. در وضعیت فعلی شما میبینین که سرنوشت افغانستان یک بار دیگر گفته میشه که به دهه 70 منتج میشه و سرنوشت مش مصالحه میدیده که دکتر نجیب الله در زمان اعلان کرده بود و پس از ناکامی از او رفتن فروپاشی نظام و جنگ های داخلی دقیقا برخی ها میگه که وضعیت صلح در وضعیت موجود هم همین گونه است و همین خطرها موجود است. از او زمان چی چیزها را شما بیاد دارین و وضعیت فعلی را چقدر به او زمان مطابقت میدین؟ امون مقوله مشهور اسلامی را بایش آغاز میکنیم که الغیب و عند الله، آدم نمیفهمه فردا چی رخ میده، لیکن ایمانی از این نمیشه که آدم حدسهای خود، تحلیلهای خود و فهم خودم، فهم ناقص انسانی را که ما داریم او را آدم دریغ بکنه و بگوی که نه، ما برای فردا هیچ نمی اندیشیم. اولا این که زمان که دکتر صاحب نجیب الله زعامتی کشور به دست داشت، تا زمانی که آل جناب محمد اشرف غنی زعامتی کشور به دست داره، تغییرات شگرفی در سطح کشور ما، در سطح منطقه و در سطح جهان رخ داده. لحاظا این ضرور نیست که تاریخ گفته ملاها تا و قنال به نال اما تو تکرار شد و تکرار فردا تکرار امروز باشه، لیکن شاید شباهت های ممکن بعض جهات تجربه او انقلاب و تجربه اینی دولت موجود شباهت پیدا بکنه یا نتایج مشابه در بعض عرصه ها. چیزی که بعض شباهت مطرح میکنه بس رقابت های قدرت های کلان از در افغانستان. در زمان هم شما شاهد بودین که مثلا درگیری دو ابر قدرت که در زمان اتحاد جماهیر شوروی بود که در آخرین لحظات فروپاشی خود بود و آمریکا، و اکنون هم شما میبینید که در زمان هم بحث صلح افغانستان در گرو کشورهای خارجی بود، اکنون هم است. در اینجا چقدر نگرانی مطرح میشه که یک بار دیگر تجربیات دهه 70 تکرار شود؟ اساسا جنگ در افغانستان محصول رقابت ابر قدرت هاست. به عقیده من این منطقه یک منطقه اساس است و افغانستان از لحاظ استراتژی نظامی و سرعت های درون زیرزمینی خود یک کشور دلچسب است برای نیروهای بزرگی که بیش از حق و پیش از حق می خواهند، برای زوی دلچسب است. و ولی من هیچ عقیده ندارم که ایج باور منمه که عین او تاریخ جریان تاریخی که در زمان اصلاحات دکتر نجیب در اینجا رخ داد و آل باز او تکرار شوه. در اونجا هم امو تو بود که اگر امو موازنه های بین ابر قدرت ها بر هم نمی خورد، شاید حوادث او تو تراژیک و او تو دراماتیک نمی شد. یعنی دکتر صاحب نجیب که خواست که کشوره از گرایش به طرف اتحاد شوروی کمی در وسط بره و روابط افغانستان تصحیح کنه با غرب و باعث یه به اصطلاح امو استیج به طرفانی افغانستان تمثیل کنه، او مورد سوء ظن اتحاد شوروی او وقت که آل روسیه جانشینش است سوء ظن از اونا قرار گرفت. متاسفانه ما دوستان شمال خود در زمان دکتر صاحب نجیب الله از دست دادیم. اگر دکتر صاحب نجیب الله را در مورد امی حادثه ای که برای تراژیکی که رخ داد که گپش تا با پای دار رسید، یکی از جانبین اگر در ای اختلاف نظر می داشتن یا حادثه رخ نمی داد. یه عقیده ما هست که ما هم یک آدم پیر 88 ساله هستم، تجارب زیادی کردیم از انفوان جوانی تقریبا از سن برتون بگویم که صنف نو بودم که می جدی در مسائل سیاسی مداخله میکردم. یعنی ما یک در وقت در سن بین طفولیت و بلوغ
به می سیاست مدارای مثل محمودی صاحب و غبار صاحب بود، اون زمان که بود و به این کسای اهل سیاست مراجعه میکردیم که چیزی یاد بگیریم و به اصطلاح پیش از وقت بود برای مده اون زمان دیگه تجارب از وقت تا این زمانه ببینید یک اندیشه با آدم میته، اکسل یکی سیاسی میته. ما دعوای کدام نبوغ یا دعوای کی ندارم که پیش بینی ما دقیق است و حتما اصابت می کنم. بس تجربه بود. شما در شما یکی از افراد کلیدی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بوده در روزمون که یک بخش از تاریخ افغانستان رقم زدی که خوب بود یا بد بود، اما در تاریخ افغانستان جایگاه خود داره. شما تجربه ابرقدرت های او زمان هم دارین. با برخی از مثلا با اتحاد جمهوری شوروی از نزدیک حزبتان کار میکرد و کنون هم حکومت افغانستان با ایالات متحده آمریکا نزدیک کار میکنه و در او زمان مثلا رقیب نظام شما ایالات متحده آمریکا بود و کنون رقیب ظاهرا رقیب نظام مسکو است که باز هم بحث تقابل دو قدرت اینجا به وجود میاد. چقدر نگران از این هستین که در درون رقابت های این دو قدرت مسکو و واشنگتن سیاست مدارای افغانستان نتونه که سیاست خوب مدیریت بکنه و افغانستان یک بار دیگه برای پرتگاه بره؟ ما خوال آدم های آرچنشین هستیم که میبینیم نه این دولت با ما در امور عمده و مسائل سیاسی تبادل نظر میکنه و نه هم او دولتی که ما داشتیم او هم کدام پایه و مایه در جامعه افغانستان نداره که بر بنیاد از او آدم پاسبانی کنه که ابر قدرت ها کدام سو میرن کجا میرن. متاسفانه بعض وقت برخورد ابر قدرت ها با فعالین سیاسی افغانستان بسیار خفتاور است. بسیار وقت اونها به حیث سپیناژا یا منابع اطلاعات از این آدم ها استفاده میکنن که بسیار برای ما توهین آمیز است و هیچ کس باید به این تن نده. هیچ وقت ما با کشورها دوستی حق ماست، تفاهم حق ماست، ولی این دولت ها هم یک وظیفه دارن که باید مردم افغانستان، رهبران سیاسی را، آدمایی که در اینجا مورد اعتماد و مراجع مردم قرار دارن باید در اونها به سلیقه هایی که با سپیناژ ها و جواسیس دنبال میکنن باید برخورد نکنن. خب به هر حال ما اینطور فکر میکنم که این حوادث که از زمان حاکمیت حزب ما تا به حال را ادامه داره باید برای این کشورهای بزرگ هم یک درسی داده باشه. واقعا شوروی هم در وقتی که ما بودیم و اونا با ما کمک میکردن با دولت ما از لحاظ نظامی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ پولی و همه چیزی که در قدرتشان بود، لیکن خسته شدن در این کشور و علاقه من نبودن. حتی در خود داخل روسیه مردم اعتراض میکرد که بچه های ما برای چی میمونن؟ در مورد امریکایی ها بچی بارز این که آیا میگن خسته شده و یا هم خسته خواهد شد؟ دلایل بشه براتان میگم، چیزی که واقعیت هاست. مثلا برای ما در یکی از ملاقات ها که ما هم در او اشتراک داشتیم، یک ملاقات مهم بود، زعیم حزبی و سیاسی وقت اتحاد شوروی آقای گرباچوف میگفت که از ما مردم روسیه میپرسه، از ما سوال میکنه که ما در افغانستان برای چی هستیم، ما چرا نیرو فرستادیم. نه از این طرف بچه های ما در اونجا کشته میشه و تابوت هایش اینجا میه و حتی ما یادم میه که ترام میشد که اگه مرده پیدا نمیشد اون تابوت از سنگ پر شده به مرجش فرستاده میشد که دولت کوشش میکرد که خود ورسهش یا مو اولیایش رو نبینه و خجالت نکشن که حتی مرده ایزی رو نتانستن بیاره و این گپه را او باعث یک سیاست مدار ریالیست بود. ما باعث یک آدم ریالیست رو نشناسم میپرسی که از ما مردم میپرسه که جنگ برای چیست؟ خیر جنگ باشه ولی اهدافش روشن باشه. آیا ما واقعا میخواهیم افغانستان به جمهوری 16 اتحاد شوروی تبدیل کنیم که در غرب تبلیغ میشه که هدف همیست؟ آیا ما میخواهیم به آبهای گرم برسیم یعنی آبهای بحر هند؟
آیا ما چی میخواییم؟ ولی ما اولاد خودم میخواییم. او گفت که چون ما نمیخواییم که آب به آب گرم برسیم و نه میخواییم که افغانستان استیت یا امو جمهوریت شانزدهم بسازیم و نه شما باید تن میده. این گفا نیست. جنگ است. و جنگی بود که ما سرحدات خود حفظ کنیم. حالی بسیار طولانی شد و یعنی حرف ای بود که بعد از او ما سر همین فیصله رسیدیم به این توافق. او گفت که ما از کار خودم میکشیم از افغانستان. به این باور هستی که امریکایی ها هم اکنون خسته شده باشند از جنگی را که در 16 و یا هم 17 سال در افغانستان پشتر گذاشتندن و اکنون بحث خروج 7000 سرباز مطرح میشه و سناریو های گنگی است که در قضیه جنگ صلح افغانستان و طرف امریکا تطبیق میشه. قطعی هم اینطور است. نیچرش هم است. شما فکر کنید. حالی که برای ما خوب میشنویم. ما فکت های بسیار اساسی نداریم ولی روشن فکرهایی که سیاست میکنه رجال دولت و غیر دولتی و مطبوعات بین المللی و اطلاعاتی که از داخل از این رسانه های شما میگیریم اینطور معلوم میشه که میلیاردها دلار اینجا مصرف شده. میلیاردها دلار مصرف شده و در اینجا سپاهیان و سربازانی که در عملیات ضد انقلاب یا به اصطلاح یک اصطلاح قدیمی ماست علیه طالبا و این و آن کسایی که ضد دولت می جنگن کشته میتن. اینطور نیست. اگر داد تا او رو بکشه یک خویم کشته میشه. در این ملک متاسفانه انسان قیمت نداره. در کشورهای غرب یک آدم بمره کل جامعه شور میخوره. یعنی انسان کشور خود اهمیت میتن. افکار عامه به نفع نیست که برای اینجا چی میکنی؟ اونا شما میبینید که اونمو کسایی که در پشت سر جنگ هستن یعنی رولینگ سرکل در امریکا با مردم میگه که اینا نیم کردیم، اینا کم کردیم، اینا 7000 میکشیم، اینا 8000 میکشیم. این غیر معنای خستگی از یک طرف فشار مردم، از یک طرف مصرف، از یک طرف تلفات جانی و انسانی فشار دیگه چی باشه؟ آقای لایق، یعنی شما سرنوشت ایالات متحده آمریکا را مانند سرنوشت اتحاد جمهوری شوروی در افغانستان میبینید که بسیار بهتر نخواهد بود. بسیار بهتر نخواهد بود. در مورد اقدامات تازه که در پروسه صلح به رهبری ایالات متحده آمریکا و پیشبرد زلمه خلیلزاد چی فکر میکنید؟ تحلیلتان چی است از وضعیت فعلی که آیا این پروسه صلح با گروه طالبان موفق خواهد شد؟ نخواهد شد؟ اگر آدم تعصب یک سو بگذاره وزیر تاثیر تعصبات ایدئولوژیک قرار نگیره و خیر بشریت و خیر کشور خود در قدم اول در نظر بگیره ما فکر میکنم که هر اقدام به نام صلح و به خاطر صلح باید ویلکم شوه، باید به او خوش آمدید بگوییم، به او شراغلاس بگوییم. ما و مردم افغانستان و آدم های مثل ما این تایید میکنیم. در پشتو یک مطل است. ببخشید یک ذره مطل های مردم عوام این آداب روشن فکرانه را در نظر نمیگیره. این میگه ورد ملسی، دسپی پومیتازو دی ملسی خو مل دیسی. آتش گل شوه، ولو با پیشاب سگ باشه. ما براتان میگم این مسائلی که از ایالات متحده تا تحت نام صلح شروع شده قابل تایید است. این آدم باید با حسنیت تلقی کنه. این که نتایجش چطور است؟ چون ما در عمق اجراعات دولتی و این مناسباتی که و این فعالیت ها که هنوز بسیار مخفی است و بسیار یونیک است از این چون از جزئیاتش نمیفهمیم قضاوت بسیار اما در مورد از این آگاهی دارین که مثلا روس ها هم یک بخش از طالبا را با خود داره ایرانی ها هم داره و چینایی ها هم داره شما دیدین که روس ها بزرگترین لابی را در نشست مسکو برای گروه طالبان کرد و استیج داد به گروه طالبان مجموع خواستای که سوی گروه طالبان هم در نشست ابوظبی مطرح شد قبل از او در ملاقات های دیگه که مطرح شد مثلا روس ها به قطعنامه پیشنهادی صلح افغانستان در شورای امنیت هم رای ممتنع دادن رای رد تایید ندادن در درون این بازی ها فکر میکنید که واقعا پروسه صلح افغانستان به رای موفق برود؟ من شک ندارم که صلح میه یک ذره شاید بیش از حد من یک آدم خوشبین هستم میترسم که افکار عمره برای فریب دادنش از حرف های ما استفاده نشه من یقین دارم که صلح میه
شما یک جنگ در جهان نشان بدین که منجر به صلح نشده باشه، یک فقره در جهان وجود نداره. حتما جنگ ها طولانی فرقی قدر خود بود که 20 سال، 30 سال، 40 سال، ممکن 50 سال، لیکن ما باید به صلح بریم. اما قضیه افغانستان فکر نمیکنه که داره فرق میکنه با این؟ ما فکر میکنم که دو طرف، هر دو طرف جنگ میفهمن اینه که جنگ انجام نداره، این جنگ انجام خوب برشان نداره. و ما یقین دارم که امو طالبان هم که در ابوظبی موضع‌گیری میکنن، پشت سر یک سفلور است که او را میگه تو یک ذره تعامل کن، عجله نکن، امتیازات برات میگیریم. ما باور ما نمه طالبی که مادر افغانی زاییده باشش او به دوام جنگ اصرار کنه. اما چیزی که آقای لایق اینجا بیشتر مورد نگرانی است و ما بیشتر هم پرسیدیم، بحث بازی های منطقه ای است و استفاده های ابزاری از مسئله صلح افغانستان. شما دیدین در زمان حکومت دکتر نجیب الله هم دیدین که صلح میان حکومت دکتر نجیب الله و مجاهدین در نتیجه مداخله کشورهای بیرونی و استخبارات بیرونی تخریب شد و به نتیجه نرسید. در مسئله طالبان هم عین چیز مطرح است. ای که در منطقه کشورهایی که منافعشان در تضاد است یا توجیه میکنن این تضاد و اونا کوشش نکنن برای تخریب صلح، این هم یک باور بسیار واهی و بی‌معناست. اونا تلاش خود میکنن، لیکن کسایی که امی جنگ ها عامل اساسیش نیات اوناست، نیات توسعه طلبانه، نیات از حق یا از حد زیاد خواستن، گفته خواجه عبدالله انصار پیر هرات، و بایی که اطور است. لیکن این هم در نظر بگیرین، اگر اون نیروها در این چی در منطقه، چی در داخل افغانستان، چی بیرونی، چی درونی، بخواین که جلو صلح را بگیرن بنابر بر من بر یک در دیدهای نادرسته که گویه منافعشان در او تر هست، خود او طرف ایالات متحده امریکا، اما باورم نمی که روسیه به این کلانی و طول و عرضی که اینجا سوابق قاب داره و از لحاظ جغرافیایی بسا با ما نزدیک هم است، این در تلاشی باشه که جنگ دوام کنه. اونا اگه جنگ دوام بتن به این خاطر دوام خواه دادن که بگذار امریکایی کشته شود، بگذار در اینجا مصرف. اصل مثلا بگذار. خب اصل مثلا اینه، گفته میشه که روسها نگران از این هستند که آمریکایی ها پروژه داعش، چون افغانستان حوزه نفوذ غرب است و آمریکا است و روس ها بیشتر نگران از این است که اینجا تهدید داعش در مرزایش نرسه، از طالب به عنوان ابزار استفاده خواهد کرد. و یکی از خب تحلیل ها بر این است که یکی از عمده ترین اهداف روسیه ای است که بخواد انتقام گیری بکنه و آمریکا را زمین گیر بسازد در قضیه افغانستان، مثل که گذشته آمریکا روس ها را زمین گیر ساخته. اینجا ما فرزند ملک خود هستیم، داعش وجود نداره، داعش هم کسی موبلایز میکنه در پاچه کسی مثل کی کلا میده. این پروبلم این کشورهای بزرگ است، تفران جهانی رو باید نام داد که کشورهای کوچک مثل افغانستان میتونن نظام داعش در پشت داعش برتن و داعش خود کتش گرم کنن. لیکن وقتی که امی بازی به جایی میرسه که میفهمه که منفعت بار نمیره یا مضرت شه و جوانب منفیش بیشتر از مثبت برای اون هاست، با تصمیم میگرن. و ما باور نمیکنم که امریکایی با این طول و عرض که میگه ما صلح میخواییم دروغ بگوه. خسته شده، مثل که برتان دلایلش هم گفتم، او باید برایه. اگر او اهدافی که اینجا میخواست ما نمیفهم که چی اهداف است، رسیده یا نرسیده، ما خوب به صورت کلی میفهمیم که برای پرستیژ جهانی و برای رهبری روی زمین، کره زمین کار میکنه و در امین چلنج است با روسیه یا با چین احتمالا، که چین هم حال به یک نیروی بزرگ تبدیل شده. و ما وظیفه ما چیست؟ ما در نیات از آن نفوذ کرده نمیتونیم، ما یک کار میتونیم او این کمی نیروهایی که اگر با در داخل افغانستان با روسیه دوست هستن یا با امریکا به می کشور صادقانه کار کنن. زینتی که با او میتن زینت شیطانی نتن، تا بسیار جای این نیروهای طرفدار یا روسیه یا امریکا سر زینت اونا تاثیر داره. ما این تجربه کردیم، به این لحاظ ما امیدوار هستم که امی جنگ طولانی به می مشوره دهنده های داخلی هم عقل داده باشه که تو هیچ چیز نمیبری، به جز مرگ هیچ چیز در انتظار تو نیست،
در کشور ما باید امنیت به ما مو یک نیروی هستیم که در برد و باخت این نیروهای بزرگ اگر خود ما رول نداریم در برد و باخت خود در برد و باخت از اونا میتونیم چیز ذریبه های را علاوه کنیم. ما یقین دارم که امی فعالیت های صلح که میشه شک ندارم که امریکا میخواه صلح بیاره، شک ندارم که روسیه هم طرفدار صلح هست، لیکن شرایط خودم داره. اما آیا در این مورد شک ندارین که روس ها نخواهد که آمریکایی ها را در افغانستان به چالش بکشانند؟ ما از جنگ ویتنام تجربه داریم. در مو ویتنام امی شوروی ها مردم ویتنام کمک میکردن و عوامل را جستجو میکردن که امریکا سر امی جنگ ویتنام منحمک شود و به خمیر تبدیلش کنه. واقعا امریکا بسیار زیان بزرگ دید در جنگ ویتنام. جنگ باخت و تلفات سر، تلفات پول، منابع فیزیکی ای. و حالا در این جامعه اونطور است. روسیه که بود اما تو شد. امریکا راضی نبوده ای که از افغانستان. این خوب در اینجا به جنگ مردم افغانستان قیام کنن و همه علیه با تمام پتانسیل جنگی علیه از و اونا بر آمده. امریکا هم که اینجا آمد عین موقعیت گرفت که روسیه در اینجا دارد. و تعویض اگر شما به جای یک روس میبینید چی فکر میکنید؟ یقینا نت فکر میکنید بگذار که این کشور بانه و بجنگه و بجنگه و بجنگه. این جنگ فرسایشی هم برای امریکاست. مردم افغانستان خوبه چاره و مظلوم ترین مردم است. در بازی های مجهولی که نمیفهمند که چرا این مردم می در مو وقت که به حمایت ما هم اتحاد شوروی آمد برای مردم افغانستان سوال ورده بود که چی میکنه اینجا؟ مردم افغانستان یک کرکتر عجیب دارن. تجربه ما ایست که برای افغان چی از شمال به، چی از جنوب به، چی از شرق به، چی از غرب به بیگانه بیگانه است و نمیخواهی در کشورش در سرزمین هایش مردم بیگانه باشه و اینجا حاکمیت کنن به هر نامی که باشه، کمک، پیشرفت یا همدردی. در مسئله صلح بین الافغانی به چی باور هستین؟ با آن که حکومت افغانستان هم ظاهرا دیده میشه که پروسه صلح به رهبری ایالات متحده آمریکا را خیلی به چشم خوب نمیبینه و طالبا هم شما دیدین که هم به مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در امارات ملاقات نکرد و هم به هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان ملاقات نکرد و پس از سفر دوباره هیئت مذاکره کننده افغانستان از دبی از ابوظبی به کابل حکومت افغانستان گفت که طالبان نشان دادن که صلح نمیطلبند و صلح طلب نیستند. در این مورد چی باور هستین که آیا این فضای صلح بین الافغانی پس از مذاکرات آمریکا با گروه طالبان شکل خواهد گرفت؟ آیا کشورهای مانند پاکستان اجازه خواهد داد که طالبان بیا با حکومت وحدت ملی وارد مذاکره شوند؟ خوشحال خان شاعر معروف و هیروی پښتونخوا میگه تو پخپل را توای چی ووایا، تو پخپل را توای چی ووایا، کنه زه په ځان مین د سر شیندل څوک؟ تو با ما میگی که سربازی کو، اگر نیمه که عاشق خود هستم ما و سربازی بسیار از هم دور هستیم. براتان گفتم او طالب نفسا ساده تره میکنیم، کشور مواد با خوشکست به بهرام را نداره. همین طالب همین توفنگ از کجا میکنه؟ همین طالب که می جنگ خود لوجستیک کار داره نه؟ حداقل نان بخوره که نموره، نان خشک بخوره. توفنگ خود آرسته باشه که سری توفنگ می ساده کلشنکوف سری یک هدف فایر کنه. امی طالب خواهد لحاظ فردای خود اگه اطمینان داشته باشه که ما توان نمیشون دیگه تنها مرکز نمیمونه. اونمو نیروها که او را متشکل ساخته، ایجاد ساخته، اما میگش که نه بگو، طالب خسته است. طالب هم عقل خود یافته. ما باور نمیکنیم که طالبا با ادامه جنگ راضی باشند. وامی دارش. اما به با این باور هستین که پناهگاه نداره. به با این باور هستین که طالب اختیار خود نداشته باشه. طالب اختیار خود از دست داد، اما پول ها سفلیده. تو او تو طالب هم نمیکنه. کاراکتر افغانی داره که به اینجا توبه بکشه. اینو خود نمیکنه. دولت افغانستان هم عزت از وار اون حفظ میکنه که چی میشنه باید یک طرف مقابل میشناسش. لیکن سیاست را که طالب ها میکنن سیاست مستقل طالب نیست. آقای لایق شما تجربه چندین نظام دارین، مثلا تغییر چندین نظام هم در
زمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان هم بعد از او در روز زمان در داخل ساختار سیاسی بعد از او هم بیرون از ساختار سیاسی پیش از او هم تجربیات داشتید چیزی را که اکنون به عنوان یک بحث مطرح میشه مثلا بحث اداره موقت و یا هم از طریق اداره موقت شریک ساختن گروه طالبان در پروسه سیاسی در این مورد چی فکر میکنین؟ آیا رای حل اساسی همی است که باید در هر مقطع باید یک نظام از بین بره به خاطر تشکیل یک نظام یک چیز دیگه باید چیز تازه باید ساخته شود؟ نه اینجا خو مسئله تو طرح هست که در افغانستان طالب ها آل یک اپوزیشن جدی و قوی بر دولت هستن و دولت هم وقت که زور روی میز میشنه تو فکر نمیکنه که واره بگوی که بیاین تو بنامه بتین یعنی از دو طرف از یک ملت نمایندگی میشه و بنام یک ملت صحبت میشه از دو طرف طبیعی است که دولت و امتیازات خواد داد امیال هم میبینین که باز وقت یه حوادث سی رخ میتم که مثل اینی فلتر کردن آرای پارلمان یک وقتی فلتر کردن آرای چ وقت نبوده ولی این بار است که این حال تو چیزه ما این اکثرا در ذهن ما ارتباط پیدا میکنه به می مسئله طالبا که آیا خود صبح که کزو صلح کنه واده پارلمان نماینده نداره خود گفتن که قیمه بود چطور در قدرت شریک میشون کم یا زیاد فیصدی اینجا هیچ چوکی یا آن چوکی و امی که امی حالا در مورد امی وقت و موعد و شدن یا ناشدن و انتخابات بر ریاست جمهوری هم حرف میزنه مردم بعضی وقت در رسانه ها هم سر ازی صحبت میشه ما فکر میکنه که اونا چرت میزنه که شاید ما با یک مصالحه برسیم که تا پیش از انتخاب با بتانند در انتخابات چام اشتراک کنند ریاست جمهوری اگه این کشال شوه کمی اگه این طولانی شوه کمی این گپا هست لیکن او تحلیل مناسب ره که ما باید با شما بتم چون ما اطلاعات از نیات دولت ندارم ما آدم نیستم که این دولت از بلواسطه یا مستقیما کتمه یا سالم مشوره کنه ای تو نیست و بعض وقت یگان آدم هایی که فکر میکنن که امو نقد و کوبیدن ما به نفشان است ایران میگه که جنگ خود کمونیست ها شروع کردم این نام کمونیست هم حزب ما هیچ وقت نداشته و زور در پشت ما سنجاق میشه که کمونیست ها البته ما اعتقادات داریم که ما مردم های چپ بودیم عالم ما آدم چپ دگر هستم لیکن مصلحت کشور بالا از هر راست چپ است اگر ایجاب بکنه هم چپ ها هم راست ها باید موازی خود را تغییر بده بسیار تشکر آقای لایق